هر جای تاریخ رو من دست بکشم توش بیارمش بیرون، تاریخ کلا عوض بشه. تاریخ و حکومت ها نوشتن و ادیان در طول تاریخ نوشتن، مثل اشکانیان. کو اشکانیان؟ نمیدونی آقا حسینی؟ بله ما میدونیم کجاست. نسل کشی که در دوره ساسانیان به وجود اومد، اشکانیان از بین برد. نسل کشی یعنی چی؟ یعنی همه آثار باستانیشون از بین بردن. خب تاریخش مشخصه. در تاریخ تیموریان هم اینطوره. یعنی صوفیسم امیر تیمور رو لنگا فرستاده. سند شاهرخ میرزا رو پای صوفیسمه. برو ببین چه پیشرفتی کردیم در اون تاریخ. صوفیسم برای نجات مردم فرستاده. اینا هر کسی که آدم خوبه بهش فوش میدن. چرا؟ چون بسیجی بکشی بد میشه دیگه. الان من وقتی حمله کنم 4 تا بسیجی بکشم، فردا تاریخ چی می‌نویسن؟ 200 سال دیگه می‌نویسن یک آدمی که بی خدا بود، اینم صداش. من یه بار شیطان تعریف کردم، اینم صداش. حمله کرد به مؤمنین در راه الله. مثلا آقا مهدی قاجار. دو تا آدم فرستاد. اون موقع صوفیست مصر بوده. صوفیست بعضی سوال می‌کنن که آقا صوفیست دینش چیه؟ اولا دین یعنی شریعت. شریعت یعنی چیزی که پوسته ایست برای، جایزه ایست برای ریستارتی ها. یعنی یه صوفیست وقتی که در یه کشور مسیحیه، شریعت همون مسیحیت رو میگه انجام بدید، چون شریعت پوست گردوه دیگه، مغزش جای دیگه است. صوفیست وقتی که یهودی باشه همونه. در تاریخ هم تو نوشتیم دیگه، نوشته شده که صوفیست کارهای شریعت یهودیه رو، نوح مثلا انجام داده، ابراهیم رو انجام داده، یعنی زرتشت. بودایی باشه که دیگه نمیدونه، دیگه میگه الله اکبر. بوداییه. همه ادیان شریعتن، یعنی پوستن. حج و نماز و روزه و خمس و زکات، همه اینایی که شما میبینید اسمش از فروع دین. این برای اصول دینه. اصول دین هم مال ریستارتی هاست، مال هیچ جای جهان نیست. هی دلار راست میشن به درد نمیخوره. یعنی این، یعنی شما اول از همه باید مسیح رو پیدا کنی، بعد بپرسی آی مسیح چی بخورم صبح و شب. مسیح میگه به همون دین موسی باشید. همین هم گفته دیگه. آی موسی چی فرق داره؟ زنا نکنید، هم شما نکنید. خب پس مسیح یهودیه. دین پوسس، طریقت امپراتوری کوروش، امپراتوری طریقته. حالا فهمیدی چی شد؟ شریعت نیست اصلا. من خود در امپراتوری کوروش همه ادیان آزادن. یه بچه‌ای هست هم میتونم هر کسی دوست داره جذب کنه. بی خدا میخواد جذب کنه جذب کنه، با خدا هم میخواد جذب کنه جذب کنه.